سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. خیلی وقتها در مسابقات ورزشی مختلف دو تا تیم از یک کشور، دو تا باشگاه از یک کشور برای چندمین بار در مقابل هم قرار میگیرند. لزوما نتایج قبلی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون مؤلفه های زیادی در بین دو تا تیم تغییر کرده. حالا توی خود ورزشگاه و توی فضا و این ور و اون ور و وضعیت هوادارا و هزار یک مؤلفه این شکلی و اصلا وضعیت روحی بازیکن هم رو مسائل این شکلی اثر داره. من ماجرا پیچیده شد، درسته؟ سادهش میکنم برای شما. خیلی ها الان دارن درباره این صحبت میکنن در آمریکا که در سالیان بعد ما مثلا باید فلان تصمیم رو در مقابل ایران بگیریم، فلان کار رو بکنیم. ایران داره به 2025، به اکتبر 2025 نزدیک میشه که بعد باید بگیم برجام خداحافظ. اگر فکری برای برنامه هستیش نکنیم، داستانهای این شکلیش نکنیم، ما به مشکل میخوریم و ما هر کاری هم نمیتونیم بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما آمریکا هستیم، ایران ایرانه، کشورهای منطقه کشورهای قبلی نیستن. یمن ارتقا پیدا کرده، مقاومت عراق ارتقا پیدا کرده، تسلیحاتشون خیلی متفاوتر شده. از طرف دیگر کشورهایی که در کنار ما بودن دیگه تمایلی ندارن در مقابل این گروهای جدید هزینه بدن. در مقابل یمنش عربستان درگیر شده بود، آرامکو اتفاق افتاد. اینا که دیگه الان داستانشون فرق کرده و نوع توان اینها متفاوت شده. چیزی که دارم خدمت شما عرض میکنم برمیگرده به تغییر ادراکی که در کشورها رخ داده. تغییر ادراکی که باعث شده آمریکا حساب بکنه که روی دوره‌های بعدی نباید خیلی اینها رو پشت دست خودش ببینه. اینها کار خاصی براش نخواهند کرد. همین اتفاق در بین ملت‌ها داره به شکل دیگری رخ میده. من برای شما برنامه‌ای رو آماده کردم. این برنامه بخشی از یک گفتگو هست در تلویزیون عربی. کارشناسان مختلفی حرفاشون رو مطرح می‌کنن، بعد شهروندان کشورهای عربی از تونس و کشورهای دیگر میان روی آنتن شروع میکنن صحبت کردن. عمده اینها میگن چیزی که به ما گفته بودن این بود که ایران دشمن ماست و چیزی که ما در این 6 ماه فهمیدیم اینه که اونی که در قبال مشکلات ما سکوت نمیکنه فقط ایرانه. بریم ببینیم برمیگرد نکاتی دارم عرض خواهم کرد. خساره تقبل الله صومكم من اون. يا أخي صالح، في الحقيقة من يدافع عن الأمة ليست الجيوش وليست أعمال عرب، بل هي المقاومة التي هي القلب، الأمة النابض الحقيقي. تحية لكل المقاومة في سواء كانت في غزة، سواء كانت في جنوب لبنان، سواء كانت في في, في, في عند الحوثيين. هؤلاء يعني من يدافعون على الأمة وعلى شرف الأمة. مع ذلك ليست هناك لا جيوش عربية ولا زعماء عرب ولا أي شيء. والمقاومة الآن تقول يعني ها نحن هنا من دافع الأمة وشرف الأمة. وتحية إلى دولة إيران الإسلامية الداعم الحقيقي للمقاومة أينما كانت في هذه الأمة. خلق بخش از این ویدیو رو با هم دیدیم، اجازه بدید با هم بررسی کنیم. میگه که واقعیت این است که دفاع از امت و آبروی آن آنچه ارتشا و رهبران عرب انجام میدهند نیست، بلکه آنچه مقاومت انجام میدهد است. درود بر تمام نیروهای مقاومت، چه در غزه، چه در جنوب لبنان، چه بین حوثی‌ها. اینها کسانی هستند که از امت و آبروی آن دفاع میکنند. به جز اینها شخص دیگری کاری نمیکند، نه ارتشهای عربی، نه رهبران عرب و نه هیچ کس دیگری. مقاومت اکنون میگوید ما اینجاییم تا از امت و آبروی آن دفاع بکنیم. درود بر کشور ایران که حامی مقاومت است در هر جای این امت اسلامی. آقا باورها داره تغییر میکنه. ما برای آینده غرب آسیا کسانی رو میتونیم فاتح میدان ببینیم که از هان باشون همراه بشه. تو همین چند وقته بعد از عملیاتی که انجام شد علیه آمریکایی‌ها در اردن، که اولش گفتن 3 تا زخمی دادن، بعد گفتن 3 تا کشته دادن، بعد گفتن که 3 تا کشته بوده، در مجموع 40 نفر کشته و زخمی. الان مشخص شده بیش از 70 آمریکایی آسیب دیدن در اون حمله. یه سری از مباحثی که مطرح شد این بود که مستقیم به خود ایران حمله کنیم. اکثر کسانی که فضای منطقه رو رصد می‌کردن میگفتن افکار عمومی با ایران همراهه. افکار عمومی با ایران همراهه. پس ایران هر کاری بخواد بکنه براش هورا می‌کشن. تو در همچین منطقه‌ای نمی‌تونی علیه ایران کاری بکنی. از هان به شکل ویژه‌ای با ایران همراه شدن. بریم ادامهش رو ببینیم. اما زعماء العرب هم يعني يتفرجون على التلفاز ولا مواقف ولا رأي ولا جيوش ولا اي شيء. فغزة لها الله ولها المقاومة فقط.
حتى الشعوب العربية كلها نائمة، لا يعني لا هناك يعني احتجاجات ولا هناك يعني أي شيء. نسأل الله العلي القدير أن ينصر إخوتنا في غزة إن شاء الله، وكل المقاومة أينما كانت. أنا أعتز وأفتخر بهذه الجبهات، العراق واليمن ولبنان. العراق نعرفها من بكري يا أخي صالح، فيها رجال. اليمن علاش بغاو يحطموها ومع وكثرتهم هم الدول العربية وعلى رأسها السعودية لأنها فيها رجال، ولبنان من بكري. ولكن على رأس هذه الجبهات أشكر كثيرا كثيرا الإيران. خیلی خوب، بخشی از این صحبت‌ها رو دیدیم، اجازه بدید با هم بررسی کنیم. میگه رهبران عرب در همچین شرایطی که اینها دارن این کارها رو میکنن، رهبران عرب مشغول تماشای وضعیت از تلویزیون هستن و نه موضع میگیرن و نه هیچ کار خاصی میکنن. فیلمی اخیرا منتشر شده از یکی از مقامات مطرح مذهبی سعودی، این یه کاره توی همین حرمین شریفین و این صحبت‌ها. بعد دوربین میره اونجا باهاش صحبت می‌کنه، میگه آقا شما بی زحمت بیا اینجا یه توضیح به ما بده، بهترین غذای مورد علاقه شما چیه؟ حاج آقا یه توضیح به ما میده. با اون واسق و شوق داره توضیح میده، میگه که سوپ فلان اگر مثلا فلان ادویه توش باشد من خیلی خوشم میاد فلان، بعد با یه ذوق و شوقی داره میگه. نون ندارن توی فلسطین بخورن، فیلم منتشر میکنن میگه رفتیم سوپ علف درست کردیم. فیلم منتشر میکنن رفتیم مثلا یکی از این کاربرای فلسطینی گفته بود بعد از چند هفته من بالاخره موفق شدم مرغ بذارم سر سفرم. بعد عکسشو منتشر کردم گفت عکس مرغ، مرغ کجا بود؟ عکس مرغ پیدا کردم تو این تیکه پارهای دورور، دیدم یه گوشه عکس یه دونه مرغ افتاده، آوردم گذاشتم سر سفرم. داشت مسخره میکرد، داشت طنز میگفت. این وضعیت فلسطینه. اینا دارن درباره اینکه غذای مورد علاقه شون چیه و چی دوست دارن و چی ندارن صحبت میکنن، در تلویزیونشون داره در سطح وسیع پخش میشه، یه بخشی نشستن مثل بز نگاه میکنه، یه بخشی دچار حیرت. اینم داره به همین اشاره میکنه، میگه حکام عرب نشستن دارن از تلویزیونشون نگاه میکنن ببینن چی میشه، بعدش چی میشه، تو باید تصمیم سازی بکنی. نه، نگاه میکنن ببینن بعدش چی میشه. میگه غزه فقط خدا و سپس مقاومت رو دارد، حتی ملت های عربی هم در خواب هستن، نه مردانی بین آنها وجود دارد، نه هیچ اقدام خاصی صورت میگیرد. از خداوند میخواهم به نیروهای مقاومت در غزه و بیرون آن یاری دهند. من نکته رو باید خدمت شما عرض بکنم، خیلی حرفه، خیلی حرف. این همه آدم در این منطقه بودن، اینا صبح تا شب در گوششون خوندن گفتن ایرانی ها آدم های بدی هن، هر کی با ایران آدم بدیه، اینا فلان فلان شدن، اصلا سراغ اینا نرید، به اینا فکر نکنید، اینا دنبال شرن، اینا آدم های درستی نیستن. همون آدمایی که سالیان سال اینا رو شنیدن دست به دعا برای ماها برداشتن، برای بچهای مقاومت برداشتن، برای ایران برداشتن، چون اینا یه کاری میکنن برای منطقه، اینا برای منطقه میمونن. بریم ادامه‌اش رو ببینیم. میگه من به جبهه‌های مقاومت افتخار میکنم، عراق، یمن، لبنان. در عراق مردانی واقعی به میدان آمدند، در یمن هم همینطور، و کشورهای عربی به آن ظلم کردند، که منظورم عربستان است چون یمن مردان واقعی دارد. در لبنان هم مردان واقعی به میدان آمدند و در رأس این جبهه‌ها باید بسیار بسیار از ایران تشکر کنم. خیلی حرفا، هر کاری خواستن اینا توی یمن کردن. توی یمن فجایعی که اتفاق افتاد به لحاظ وضعیتی که برای مردم درست شد واقعا دردآوره، واقعا درد. من اینو بارها گفتم، عربستان سعودی جنگنده هاش در یمن در ارتفاع بالا عملیات میکردن. چرا؟ چون میترسید پدافند یمن اینو بزنه. در ارتفاع بالا عملیات میکرد چی میشد؟ بیگناه میزد، نمیتونه تشخیص بده این نظامی غیر نظامیه. بخش اعظمی از حملاتی که اینها انجام دادن بیگناه ها رو زد و این بخششون اصلا همسو نبودن با مقاومت، طرف همسو با عربستان بود، مورد هدف قرار گرفته بود. اینا جنایت کردن علیه یمن. امروز وقتی مردم در کشورهای عربی نگاه میکنن عذاب وجدان گرفتن. این یه نمونهش بود که اینجا دیدیم. بریم ادامهش رو با هم ببینیم. و خلینا یا شعوب العربیه، خلوكم من کلمه ایران شیوعیین و کذا، برکونا انتوما یا سنیین واش تدرتو. انا ارى ان موقف جماعه الحوثي موقف مشرف جدا، موقف وطني جدا، تحدوا اكبر قوه في العالم، وهم ما زالوا يضربون السفن الاسرائيليه. ايضا المقاومه العراقيه، يعني احنا دائما يا اخ صالح، يعني انا كنت دائما اعاني من التشويش في نظرتي الى إيران وحلفائها وأذرعها في المنطقة. كنا نسمع كثيرا عن أن إيران وأذرعها في المنطقة هي خنجر مسموم في ظاهرة في خاصرة الأمة الإسلامية والعربية، ولا نرى أن كل السنة وكل المسلمين متخاذلين، وإيران وأذرعها هم الوحيدون من يقفون مع غزة ويقدمون الشهداء ويقدمون التضحيات لمساندة غزة. هذا موقف مشرف، وأرى أنا رأيي الشخصي أرى أن
الحرب قادمة لا محالة مع حزب الله، وأن إسرائيل الآن لا ترى أن الظرف مواتيا للبدء بمعركة، ولكن المعركة قادمة لا محالة. خیلی خب، بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم، اجازه بدید با هم بررسی بکنیم. اول یکی از تونس آورد روی خط، بعد یکی از فرانسه آورد روی خط، آخری فلسطینه. با دقت حالا آخری رو بررسی خواهیم کرد. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه ملت‌های عرب رها کنید کلمه ایران را، تهمت بیدینی به ایران را رها کنید. شما که به خودتان سنی میگویید مگر چه کرده اید؟ موضع‌گیری حوثی‌ها بسیار شرافتمندانه و ملی‌گرایانه است. آنها با ابرقدرت جهان درگیر شدند، همچنان به زدن کشتی اسرائیل ادامه می‌دهند، همچنین مقاومت عراق. اینی که میخواد صحبت بکنه از فلسطین، دقت بکنید. میگه من همیشه نگاه خوبی به ایران و بازوهای آن در منطقه نداشتم. همیشه میشنیدم که ایران و بازوهایش خنجر آغشته به سم در پیکر امت اسلامی هستند، امت عربی و اسلامی. اما امروز تمام اهل سنت و کشورهای عربی غزه را ناامید کردند و فقط ایران و بازوهایش در حال یاری غزه و تقدیم کردن شهدا و فداکاری در راه یاری آن هستند. این موضع افتخارآمیز است. بنابراین نظر شخصی من این است که جنگ با حزب الله نزدیک است و اسرائیل به دنبال مهیا شدن شرایط برای نبرد است، اما به هر حال جنگ ناگزیر است. و حالا در ادامه شما ده حرفای دیگه رو نظرات شخصی خودش رو گفتی در تو اتفاقاتی که در منطقه ما میتواند در پیش باشد. من با این مسئله کار ندارم. نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم، همچنان برش تاکید داشته باشم، این هست. شما رفقای عزیز، یه وقتایی اتفاقاتی رخ میده، این اتفاقات شما رو نسبت به نقشه راهی که تعریف کردید مردد میکنه، شما رو دچار دلهره میکنه، شما رو دچار ترس میکنه. آقا داریم درست بازی میکنیم، داریم غلط بازی میکنیم. چیزی که من میفهمم اینه، تو بازی خودتو انجام بده، اصلا کاری نداشته باش. اینا دارن فحشت میدن، اینا دارن برات هورا میکشن. اگر آن چیزی که رخ میدهد برای رضای خدا باشه، اگر آن چیزی که رخ میدهد از صمیم قلب باشه، اگر آن چیزی که داره رخ میده همه اراده تو رو با خودش همراه داشته باشه، خدا قلب ها رو با تو همراه میکنه. خدا قلب ها رو با تو همراه میکنه. امروز همه اونهایی که به ما فحش میدادن تو رو دروسی گیر کردن. امروز همه اونهایی که تحت تاثیر رسانه های سعودی و اماراتی و کجا و کجا از ما متنفر بودن، میگه فقط اینا برای منطقه میمونن، فقط اینها برای منطقه میمونن. من طولانی ترش نمی کنم. این چیزهایی که امروز داریم میبینیم، تیرو ترکشش رو آینده منطقه میبینه. امروز رو ولش کنید، در آینده منطقه اثرات این اتفاقات رو خواهیم دید. اگر نکته بود، اگر بحثی بود، حتما در قالب پیام برای من بفرستین. ایران 14313 پل ارتباطیه. من و شما هستم، منتظر پیام های ارزشمند شما هستم. بریم یک نمونه از پیام ها رو با هم دیگه بشنویم. موضوعی تو ذهنم بود، خیلی واسم دوی سوال بود، چرا این کار رو انجام نمیدید؟ سیستم هایی که مثلا دو حاکمیت هستن. برای نمونه سوالم اینه که وقتی گروه مقاومت رو هر دو به اتفاقات بزرگ رقم دادن و این همه کمک دادن به دفاع مقاومت و این همه حماسه رقم دادن، چرا برای اینکه مردم و حتی رسانه‌های خارجی و حتی خبرنگاران معروف خارجی جذب نمیشه گفت جذب مجبور بشن بیان توی رسانه‌های داخلی ایران دنبال خبر باشن، یا حتی توی مثلا میتار سروش دوستان مجبور بشن بیان ثبت نام کنن؟ مثلا برای این یمن اخبار دست اولش رو میومد از میتار پخش میکرد، توی مثلا روبیکای حساب باز میکرد، از اونجا هی موادش رو ادامه میکرد، یا مثلا توی که مجبور شدن مثلا برای نمونه خبرنگار نیویورک تایمز یا مثلا دیلی میل اینا همه بیان اینجا حساب باز کنن تا بتونن اخبار دست اول یمن رو کنترل اینجا دریافت کنن. بازم عجیبه، ولی اینجوری میشه خیلی خوب میشه. هم مردم خودمون، برای مردم خودمون معتبر میشدیم، رسانه ها هم تو رسانه های اجتماعی هم تو خیلی شرایط فراهم کرد. سلام و عرض ادب، خیلی تشکر میکنم از پیام ارزشمند شما. این چیزی که حالا شما مطرح کردین که ما باش خیلی فاصله داریم، با این خیلی فاصله داریم. این که مثلا یه زمانی برسه تو شبکه های اجتماعی فارسی بخوان یه دنبال خبر بگردم، بسیار بسیار با این فاصله داریم. من فکر میکنم الان اگر بخوایم با هم دقیق صحبت بکنیم، ما باید درباره این صحبت بکنیم که چرا در نقطه‌ای قرار نگرفتیم که مردم خودمون از تریبون های خودمون اخبار مربوط به این تحولات رو دنبال بکنن. حالا این که مثلا دیگران بیان از ایران خبر ببرن، این اصلا پیشکش، این اصلا پیشکش. این که آقا تو چرا الان در موقعیت قرار نگرفتی؟ من مثال برای شما میزنم، بارها خدمت دوستان عرض کردم، آقا تحولات عراق پیش اومد، عراق یا اردن زدن، آمریکا گفت من لشکر میارم، من فلان میکنم، من بیسار میکنم. تو عراق داشت آمریکا عملیات میکرد، تو سوریه داشت عملیات میکرد، ما داشتیم از سی ان ان و فاکس نیوز و NBC نیوزی که چند هزار کیلومتر آنسو تره خبر میگرفتیم. بابا عراق بغل گوش توه،
تو باید منتشر کننده خبر باشی، رفیقای تو باید منتشر کننده خبر باشن، تو داری از فاکس نیوز خبر منتشر میکنی؟ اصلا این شأن خبررسانی در ایرانه؟ خبرگزاریاش هم نگاه میکردی همین بود، ایرناش هم نگاه میکردی همین بود، تسلیمش هم نگاه میکردی همین بود. من واقعا دلم میسوخون شبی که این اخبار رو داشتیم دنبال میکردیم، باید مثلا تو خبرگزاری دولتی ایران خبری رو بخونم که این داره به نقل از فاکس نیوز میزنه. تو آدم نداری داخل عراق، عراق بغل گوش توئه، تو باید با جزئیات درورش خبر بگی. اینا درد ماست، اینا ناراحتی ماست، اینا چیزایی که باعث شده وقتی نگاه میکنی فضای رسانه‌ای رو ببینیم که نه، واقعا در فضای رسانه‌ای آنهایی که این سوی میدان ایستادن ولمعتلن، هیچ تغییری هم ببخشید راحت بگم در خودشون ایجاد نمیخوام بکنن. رسانه خوب کم نداریم ما، آدم با همت کم نداریم ما، بازی ساز نداریم این وسط، یه کسی که بتونه این داستان رو برای ما حلش بکنه. من امیدوار هستم که بتونیم به یه سمتی حرکت بکنیم که این مسئله حل بشه. مسئله‌ای که ما سالیان سال داریم میگیم، جنگ 10 روزه پیش اومد بین مقاومت غزه، بچه‌های جهاد اسلامی و رژیم صهیونیستی. هیچ وقت یادم نمیاد همین 2-3 سال پیش مقاومت غزه، جهاد اسلامی، دبیر کلش توی تهران نشست خبری داشت، نشست خبری قرار بود اینترنتی یک بخشی از صحبتش و پیام‌هاش رو مخابره کنه. اینترنت ایران یاری نکرد، اینترنت ایران یاری نکرد. وسط معرکه جنگ مهمترین چیزی که یک نفری میخواد مخابره بکنه پیام جنگه، تو نتونستی اینو براش تامین بکنی. اینا درده، اینا ناراحتیه. ببین یه سریا توی فضای حکومت داری به نظر من نسبت به اینا سر شدن، نسبت به اینا یا بی غیرت شدن یا اصلا اهمیتی براش نده، نمیفهمه این مسئله، نمیفهمه. یه اراده ای باید پیدا بشه تو رسانه‌های ما، یه سری آدم پیدا بشن تو اونایی که واقعا دغدغه‌مندن. بچه‌ها نسبت به این مسئله هوشیار باشین. اصلا من نمیبینم یه سری اتفاق همه داره میگذره، ما هم داریم باش میریم جلو. فرمان رسانه باید دست شما باشه. هزار یک اتفاق توی این منطقه رخ میده، من میگم اصلا به شما ربطی نداره، شما نمیتونی مدیریت بکنی به لحاظ رسانه. مقاومت که دست خودت فرمونش، تو چرا نمیتونی اینجا بازساز رسانه‌ای باشی؟ آقا مقاومت رو ولش کن، اون شبی که اینا حمله کردن به عراق، عراق که دیگه بغل گوشتی که. اینا دردهایی هست که ما خیلی وقت داریم فریاد میزنیم. امیدوار هستم که یک عده‌ای پیدا بشن در این حوزه فکری اساسی بکنن، کاری بکنن که ما متفاوت‌تر بشویم، خاص‌تر بشویم، ویژه‌تر بشویم. اون گامی که شما گفتین که اینا بیان تو فضای فارسی زبان اکانت بسازن دنبال اخبار باشه، اینا پیشکش. اکانتای ما اکانتای مرجع بازی ساز در حوزه رسانه‌ای بشن. نکته دیگه ای ندارم. اگر بحث چیزی بود حتما در قالب پیام برام بفرستید. کار نکرده بسیار زیاده، کار نکرده بسیار زیاده. ما در میدان همه رو زدیم، ما در میدان فرمون دستمونه، رسانه آن چیزی است که باید یک فکر اساسی براش بکنیم. نکته دیگه ای ندارم. اگر بحثی چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.